بنابر گزارش هایی که در خود کشور چاپ می شود و منتشر می شود، اینها پیش از تحریم ها وجود داشته و در کنار تحریم ها وجود داشته. یک سوم نقدینگی کشور، یعنی کم و بیش معادل بودجه یک سال کشور به طور میانگین، در اختیار همین مؤسساتی که از آغاز برنامه در مورد اونها صحبت می کردید. اینها ببینید از دو حال خارج نیست و در دو حالت مسئله رانتخاری است. یا اینها با اجازه بانک مرکزی کار میکنن، هرچند که بعد بانک مرکزی ممکنه زیرش بزنه، مثل مثالی که خودتون ذکر کردید با آن باز نمیکردن، یا ممکن است همچنان که بعضی وقتا بانک مرکزی و مقامات دولتی به دروغ میگویند که ما اطلاعی نداشتیم. آقا اگر اطلاع نداشتید مجرمید. ببینید در تمام کشورهای دنیا معاملات بورسی، حجم وام دادن ها تحت کنترله. چرا که حجم خاصی از وام ها، حجم خاصی از داد و ستد های بورسی می تواند ریشه تروریستی داشته باشد و به کیان حاکمیت ملی یک کشور صدمه بزند. از همین روز که همچنان که در هر کشوری مثلا پلیس قضایی، پلیس جنایی، پلیس مبارزه با مواد مخدر دارن، پلیس داد و ستدهای مالی هم دارن. حالا اگر گیرم که این تمام این شرکت هایی که ذکر میکنید، تکرار میکنم، معادل بودجه کشور نقدینگی که اینها در اختیار دارن، گیرم اینها بدون اطلاع شما بوده، آقا مگر بر شما نیست؟ چطور یک نفر نویسنده رو، یک نفر بلاگ نویس و یه نفر جاز میزنه توی گاراژ خونش پیدا میکنید؟ این بزرگترین داد و ستدها رو در کشور پیدا نمی کنید. نه، این در هر دو حالت مقامات قضایی در این مورد و مقامات کشوری حکومتی، خب آخه کشور ما کی مسئول چیه؟ در هر حال حکومت، این نظام مسئول است در این مورد و به هیچ عنوان نمیتوان گفت که اینها رو تحریم ها بر ایران پیاده کرده. آقا مسئله ای که مثلا میگوین 300 نفر از بانک پول گرفتن و بنابر گفته، اگر اشتباه نکنم آقای باقری مدیر بانک سپه، اگر اشتباه نکنم اسمشون، در هر حال این گزارش رسمی است که میتونم پیدا بکنم، که از روز اولی که وام میگرفتن قرار نبوده پس بدن. این چه کار به تحریم داره آقا؟